سلام ببینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا و برنامه در همین نزدیکی با شما. شقایق هستم، به همراه پوریا با خبرها و گزارش های شما در خدمتتون هستیم. از آقای دکتر نوریزاده بابت فرصت تهیه و پخش این برنامه و حمایتاشون سپاسگزاریم. بریم گزارش ارسالی ببینیم و برگردیم. بله، همونجور که میبینید سگ بیچاره رو با دهن بسته اینجا رها کردن و رفتن، کاری که دائم انجام میدن. بقیه شون هم به همین شکل پخشان این ور اون ور با دهن بسته، پای بسته انداختن و رفتن. زندگیری سگای سربندر به این شکله، به این شکل با دست پای بسته رها کردن و رفتن. الهی بمیرم، نگاهشون کن. چرا از خدا نمیترسی؟ شهردار، شهردار، این چجوری میخوای زندگی کنی تو؟ تو مملکتی که انسان‌ها هیچ ارزشی نداشته باشن، نمیشه انتظار داشت که برای حیوانات ارزش قائل بشن. متاسفانه جرم این حیوانای بی‌زبون بودن در ایران اسلامیه که این بلاها رو سرشون میارن. 31 تیر ماه مشهد، این آخوندا دارن به مردم قهوه و چای میدن به زور. ببینین به کجا رسیدن دیگه اینجا. جمهوری اسلامی برای پرشور نشون دادن مراسم محرمش کباب ترکی و قهوه و نسکافه که رایگان میده تا مردم رو جمع کنه. بله. کی میخوان این مسئولین بفهمن که مشروعیتشون رو از دست دادن و مردم هم از دین و مذهب زده کردن؟ سوار هواپیمای تاوان شدیم. میخوام بهتون یه سری چیزا رو نشون بدم که هواپیما چجوریه، چه کیفیته. اینم از رفاه و امکاناتی که در اختیار مردم میذارن. اون وقت اون مسئولین بی سواد مثلا میاد میگه که بلیت هواپیما نباید ارزون بشه که همه بتونن سوار بشن و اتوبوس سوارها باید با همون اتوبوس برن مسافرت. حالا اگه هر جای دنیا بود اون شرکت هواپیمایی تحریم میشد و کسی دیگه بلیتشو نمیخرید. پلاکو اول بگیرم ببین. ماشین صفر، هنوز سرویس پلاک نرفته. همین صبح تحویلش گرفتن. دنا پلاس اومده بود پیش ما، پیش اتومیلاد، چون این کلیپ ممکنه وایرال بشه. اسم خودمونم بگم که چند روزی انجام بدیم، چند روزی صندلی، سیستم صوتی و غیره. ببین ماشین اتوماته، تا اینجا همه چی اوکی. میرسیم پایین ماشین کلاج داره. ببین ماشین اتوماته، صفره، کلاج داره. بعد کلاجش ببینید چجوری میشه، یعنی پرچام. نمیدونم، من عقب مونده ذهنیم، باید اینجوری باشه، جدیدن اینجوری تحویل میدن یا یادشون رفته. هر چی که هست، هی این ماشین می‌خواستیم چقدر خوشگلش کنه. صاحبش چه ذوقی داشت. صاحبش هم بنده خدا رفته نمایندگی، ساعت کاری هم تموم شده. دستش هم به جای بند نیست. متاسفانه اینجوری. اینم شاهکار ایران خودرو که هرچی جنس رو دستشون مونده رو مونتاژ میکنن، یه مش آشغال تحویل مردم میدن و متاسفانه افرادی هم با قیمت‌های نجومی این آشغالا رو میرن می‌خرن. البته یه سری از سر اجبار و یه سری هم به خاطر سود شخصی. معرفی میکنم کویک مقوایی، کاردستی ام کلثوم 4 ساله از سنندج، همون پراید قاتل توالت سیار ورق، با کاپوتی تیزتر و پوزه تیزتر برای فرویش آسانتر برای ملت قنبل کنندگان همیشه دستف. این منقل سیار ساخت 1400 است و از همین الان زنگ زده. فقط موقعی که میرید بیرون بارونه چرت بگیرید بارا سر این توالت سیار که سوراخ نشه. من فکر میکنم جنسش از جعبه شیرین یا یارانی بازیافتی باشه. این کاپوتش هم آپشنه ها، به عنوان باد بزن میتونید ازش استفاده کنید. و اینکه چند تا توصیه دارم برای کونیک سوارا.
اول اینکه با سرعت زیاد نری، چون وزش باد ممکنه این مقوا رو خم کنه و پاره پوره کنه. و دوم اینکه دمپای ابری بخرید، بچسبونید به سپر عقب و جلوتون که اگه با 5 کیلومتر جای ضربه زدید تا کمر ماشین جمع نشه. اینم آشغالای وارداتی چینی که جزء افتخارات این مسئولین بی سواده که مثلا خودرو از چین وارد میکنن، منتها طبق معمول میگردن و آشغالای چینی رو جمع میکنن و میارن تو کشور و امنیت و جون و سرمایه مردم براشون اهمیت نداره. بریم صحبت های یکی از نمایندگان مجلس رو ببینیم. الان میگم شما این رو تیتر بکنید. همه کسانی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تو اون کمیته اقتصادیش که آقای سعیدی کیا مسئولش به عهده داشت، همه آدم‌ها، یعنی تولید کنندگان خودرو، سایپا، نمی‌دونم ایران خودرو، وزارت صمت، دانشگاه‌ها، مجلس، همه قطع سازا، همه با واردات خودرو موافق بودن. یک نفر مخالف بود. کی مخالف بود؟ نماینده وارد کنندگان خودرو مخالف واردات خودرو بود. آقای نبا تیتر بشه؟ نماینده وارد کنندگان خودرو مخالف واردات خودرو بود. بگردید پیدا کنید پرتقال فروش رو. او باید بیاد دست ما رو هم ببوسه بگه من کارم وارداته دیگه، دست ما رو باز گذاشتی. او مخالف بود. فکر می‌کنید چرا مخالفه؟ اینی که نمیگن، ولی من میدونم چرا. برای اینکه او نمیاد بره 100 هزار تا خودرو 15 هزار دلاری بیاره. او میره 2000 تا خودرو 500 هزار تایی میاره. بعد از همین سود میکنه. مگه مرض داره بره 105000 تا خودرو بیاره؟ آنقدر این تیم قوی ان، آنقدر پشت این داستان رانته، آنقدر این مافیا قوی هستن که همون یک نفر رأی همه رو عوض کرد و نذاشتن وارد خودرو صورت بگیره. مملکت شترگاو پلنگ همینه که ما داریم. خنده‌دار نیست واقعا که نماینده وارد کنندگان خودرو خودش مخالف واردات باشه؟ حالا میدونی چرا؟ میدونی چرا مخالفه؟ چون مثل ایران خودرو سایپا یه تولید خودرو رو اومدن انحصاری کردن. این مسئول هم میخواد واردات رو فقط تو انحصار خودشون داشته باشن تا میتونن از مردم بدزدن، کسی هم دخالتی نکنه، تا بتونن این آشغالای چینی رو راحت بفروشن. بله، داستان اینه. در دولت رشد تولید رو در رکود دنبال نمی کنیم. رشد تولید را مهار تورم را که از مسائل مهمی که دغدغه ایجاد کرده، مهار تورم را ما در رکود دنبال نمی کنیم. یک سالی در کشور مهار تورم شد، اما با رکود شد. ما این خطر داره که ما مهار تورم بکنیم، ولی از اون طرف مواظب باشیم مهار تورم ما منتهی نشده به رکود در کشور. ممکنه مهار تورم بشه، کارخونه بگه نقدینگی نداریم، پول برای گردش مالی نداریم، کارخونه تولیدی از کار بیفته، معامله تو کشور صورت نگیره، تجارت راکت بشه. این راه مهار تورم نیست. رهبری حکیمانه فرمودن که مهار تورم و رشد تولید، یعنی مهار تورم باید با رشد تولید و از طریق رشد تولید صورت بگیرد، نه مهار تورم از طریق رکود، و الا از طریق رکود خود یک بنبست اقتصادی است برای کشور. تمام همت دولت آن است که مهار تورم را از طریق رشد تولید دنبال کنه، و این به دست توانای شما عزیزان. دیگه وقتی یه بی سواد شش کلاسه بشه رئیس جمهور، از بقیه دولت هم نمیشه توقعی داشت. هرچی بی سواد و دزد و فاسده تو رأس قدرته و هر کاری هم دلشون بخوان با ایران و ایرانی دارن میکنن. اون فناوری که تو هستی داریم و توی صنعت نظامی داریم سرریز کنیم توی خودروسازی، تو صنایع دیگه‌مون. انشالله اونا هم در موفقیت‌ها به این مرحله از موفقیت. آقایون خیلی عنایت کنید که در اظهاراتتون، در قولهاتون، در وعدهاتون، در ارتباط با مردم اون صداقت رو مردم احساس. برخی در سخنانشون میگن که شما قول دادی 1,000,000 مسکن ایجاد میکنید. من در پاسخ عرض میکنم اونا هم که نساختن باید جواب بدن اون سالها چرا نه.
ظاهراً تکنولوژی خودروسازیتون رو سرریز کردین تو صنایع نظامی. فقط یه مش حرف مفت و یه سری وعده و وعید میدن، آخرش هم طلبکار میشن که ما خوبیم و بقیه کاری نکردن. همیشه‌م که مقصرین وسط مردمن. چیزهایی رو داریم که حس نمی‌کنیم داریم. یعنی ما اینی که در منزل دستشویی داریم و حموم داریم، این چیزی هستش که خب مگه میشه نداشت؟ بله میشه نداشت. در چین هم میشه نداشت که الان تو این بحثایی که ما داشتیم سوال این هستش که چین قراره ابر قدرت بشه یا آمریکا قراره ابر قدرت بشه. یه رقابتی بین این دوتا هستش دیگه. و این حالت رو شما تو آمریکا هم کم ندارید. که یه آماری رو ما دفعه جلسه قبل دادیم که 1.5 میلیون دانش آموز در آمریکا بی خانمانن. این بی خانمانی یعنی نه دستشویی داره نه حموم داره دیگه. یه چادری داره. کشور رو نابود کردن، آخرش هم با وقاحت میگن ما تو خونه هامون دستشویی داریم و مردم باید قدر بدونن. بله، چون کشورهای دیگه تو خونه شون دستشویی ندارن. فقط میشه حسرت خورد که یه روزی چه ایران سازانی داشتیم و قدرشو ندونستیم. و امروز دولت آقای رئیسی را از ضعیف‌ترین و ناکارآمدترین دولت‌ها میدانیم و به همین لحاظ اعلام میکنم که آقای رئیسی در اداره کشور خیلی ضعیف است. آقای رئیس جمهور باید بیایید در مجلس و با ما نمایندگان و مردم صحبت کنید و جواب دهید. شما هموار مشکلات کشور را به گردن دولت‌های قبل انداختید، همان دولت‌هایی که 43 سال انقلاب را حفظ و به دست شما سپردند. اما شما در این دو سال چه کرده اید؟ شما حتی تمیز ندادید دولت‌ها را، از دولت مقام معظم رهبری گرفته تا دولت شهید رجایی را زیر سوال برده اید. آقای رئیسی، گویا قطار پیشرفت اقتصادی دولت شما قبل از آن که مردم را زیر چرخهای بی برنامگی له کند نیاز به ریزعلی فداکار دارد، چون حرکت شتابان تورم گرانی لحظه به لحظه و بی ارزشی پول ملی را میبینید. آیا رفته اید یک مغازه خرید کنید؟ این هم مجلس انقلابی خامنه‌ای که هیچ ارزه‌ای نداره و همشون دستشون توی کاسه است. خب اگه به نظرتون رئیسی بی ارزه است، خب برکنارش کنین. ولی خب همتون زیر دست خامنه‌ای هستید و نوکر آقاتون و بس. خیلی چاق شدی. چرا؟ همش استرس بود، همش فشار بود. کار مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان هم در حاشیه این مراسم گفت باور ما و اعتقاد ما این هستش که مسئله حجاب و تقویت زیست عفیفانه بایستی توسط خود مردم هم راهبری بشه و هم مدیریت و پشتیبانی و ارتقا داده بشه. از این حیث کانون‌های فرهنگی هنری ما به عنوان عملیاتی ترین بستر فعالیت‌های فرهنگی هنری در مساجد یک مأموریتی بهشون محول شد. اینکه بیان با رویکرد فرهنگ و هنر در راستای ارتقاء سطح زیست عفیفانه در محلات و تقویت عفاف حجاب با فعالیت‌های فرهنگی هنری این رویداد و این فرایند رو پیش ببرند. در پایان این مراسم به 100 نفر از فعالان کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد گیلان حکم دبیر قرارگاه فرهنگی عفاف و حجاب محل محور اهدا شد. خدا نداره. خدا نداره. حرام زاده. آقا زنگ بزن بزن پلیس بیاد.
کدوم خدا رو داری میگی؟ کدوم خدا رو داری میگی؟ بگو کدوم خدا رو داری میگی؟ به چه خدایی قبول داری؟ کمک کردم تو دین نداری. تو کدوم خدا رو میگی؟ من همون خدا رو داری. به من نگو. این بهونه نکن. ببین اینو برای من دام تنگ کردی بس پلیس بیاد اینجا. آقا تو هر بار تو چیکار کردی؟ حرمزاده. آقا من اصلا حرمزاده اصلا حرم لاغم. برای من دام تنگ کردی به من ببین قانون به من برخورد کن. من پوست تو رو میخوام بکنم. بکنی ببین تو اینجا ببین ببین دور ببین تو خودت اومدی ببین کارا ببین همه رو با نقشه با دور فیلم برای چی؟ من جوابی آقا رو بده من خودش آقا اصلا نمیدونم نه آره هر کار میخوام بگم من کاری انجام ندادم این آقا با نقشه با تدبیر اینا همه داری با بازی داری چی کار میکنی آقا من اصلا هیچ غلطی نکردم هیچ غلطی نکردم غلطی نمیتونی بکنی گویی نمیتونی آقا من میدونستم تو اینجا برای من دام بند بکنی آقا مگه نمیدونی آقا این قانون رو بگو اینجا ندارم من دعوا زمین دارم اینجا کجا؟ اینجا با اینجا وقتی چیز داری آقا ما خیلی خونه آدم ها میرم من دعوت میکنم من میرم چه هم میخوری آقا من به تو نگفتم الان یه خانم همراه با دو من شک این موضوع رو کردم این بود خانم همراه خانم همراه کو زنگ بزن بیا الان چه فایده داره این چه کار میگم تو گفتی نه خانم نه یا نه گفتی تلفن صدا اصلا دارم. من هر چی گفتم خانم نه یا شما چرا با قبول میکردی روز اول تو اداره بالا نشدی با من دست ندادی من تو احترام کردم این چه حرفی احترام با همه کام ابو رضا دست میدی این دست مثلا تو چرا تو جبران من خدا رو ندارم خدا رو ندارم واسه گری سلام خاصی شو همسرش الان تو به من بگو آقا زنگ بزن بذار کنم مامور بیاد این کاری نداره بذار مامور بیاد هر کاری این بازی رو زنگ اینو پیش خدا درست نیست من هیچ به گوش نمی دونم بعد بگو که دم از خدا پیغمبر میزنه زنگ میزنه گوشی امام رضا رو میخونه این همونه ببین این کارا نکن این کارا نمیش خدا بهش جواب خفه شو ببین بس خفه شو خفه شو برای من نمو خدا خدا برای من نمو خدا حرف نزن فهمیدی نه برای من نمو خدا حرف نزن حرام زاده آقا زنگ بزن بزن پلیس بیاد زنگ بزن بزن پلیس کدوم خدا رو تو داری میگی پلیس کدوم خدا رو داری میگی بعد بگو کدوم خدا رو داری میگی به چه خدایی قبول داری کمک کردم تو دین نداری تو کدوم خدا رو میگی من همون خدا رو به من نگو این بهونه نکن ببین اینو برای من دام تنگ کردی بزن پلیس بیاد اینجا آقا تو هر بار تو چیکار کردی زاده اینم گوشه ای از فساد اخلاقی این مسئولی جای مهر و پیشونیشون که هر گند و کثافتی را انجام میدن اون وقت برای مردم قانون و تعیین تکلیف هم میکنن که حق چه کاری رو دارن و حق چه کاری رو ندارن. فرق یک شاه و یک ملای مفتخور. کارگرها هم کارند، از کار پیدا شدند. ذرات موجودات در عالم، در عالم طبیعت فعال هستند برای ایجاد همه موجوداتی که در این عالم است. بهتون توصیه میکنم که همه پهلوی کارخانه‌تون خانه بسازید که کارگره راحت اونجا بشینه و نه مثل حالا که یک ساعت و نیم سوار اتوبوس بشه از خونش برسه سر کارش، رفتن یه ساعت نیمیم برگشتن میشه 3 ساعت. این 3 ساعت خب بره در میدان ورزش کارخانه وقت بگذرونه، بدنش سالم میشه، روحش تازه میشه، قوی میشه، بهترم کار. در خانه سازی برای کارگرانتون سازمانی هیچ وقت پشیمون نمیشه. دستور من به دولت این است که به شما زمین اگر هم شرایطش 99 ساله باشه ولی در واقع مجانی. شما فقط فرق شاه فقید و آخوند بی سوادی به نام خمینی رو ببینید که هنوز سازندگی های دوره پهلوی در کشور به چشم میخوره، ولی این آخونده فاسد تو این 44-45 سال فقط نابود کردن و چاپیدن و خوردن. خب عزیزان خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودین و برای ما فیلم و گزارش تهیه کردین. ایمیل برنامه ما gozaresh.tv@iranefarda.live.com هست و شماره گزارشگر ما هم 2044-723-88-200-449 هست که میتونید از طریق تلگرام و واتساپ فیلم ها و پیغام هاتون رو برای ما ارسال کنید و ما رو در اینستاگرام با آیدی gozaresh.tv میتونید دنبال کنید، هم اینستاگرام و هم یوتیوب. ما همچنان منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده که شما به همراه فیلم ها و پیاماتون هستید. تا هفته آینده با خبرهای جدید، خدا یار و نگهدارتون.